قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سروران عزیز و حضار بسیار ارجمند و گرامی، احسان عظیم خدای تبارک و تعالی بر ماست که الله رب العزت برای هدایت ما و برای هدایت پیشینیان ما، آبا و اجداد ما و برای هدایت بشریت، الله تبارک و تعالی هم پیغام خودش را در قالب کتابهای آسمانی بر انسانها نازل کرد و هم بهترین انسانهای پاک و مهربان را و صبور را برای ابلاغ این پیغام الهی مبعوث کردن و این از احسانات ویژه رب العالمین بر انسان هست. به هر حال دوستان گرامی، الله تبارک و تعالی انسان را به عنوان اشرف مخلوقات که آفریده، اون چه که باز مایه رستگاری و مایه موفقیت این انسان اشرف مخلوقات هست، در رأس همه ابزارها علم. الله تبارک و تعالی به علم و به وسیله علم انسان را مورد اعزاز و مورد اکرام قرار داده. توی هر زمینه ای و در هر بخشی انسان نگاه میکنه میبینه که موفقیت انسان در گرو علم و دانش هست و به همین دلیل برای بیان اهمیت علم و برای اهمیت دانستن، الله تبارک و تعالی آخرین دین خودش را و آخرین مأموریتی را که به نبی خودش و به آخرین نبی خودش عنایت کرده، آغاز این مأموریت را الله تبارک و تعالی با علم و دانش کرد. شما می دانید که جایگاه نماز در اسلام جایگاه بسیار رفیعی است، جایگاه جهاد در اسلام جایگاه بسیار بلندی است،
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم جهاد را قله سرفرازی و سربلندی اسلام و مسلمان بیان کرد، فرمود که در رابطه با جهاد فرمود ذروت و سنامهی الجهاد، بلندی و نوک کوهان عزت دینی در جهاد. با همه این اهمیتی که جهاد داره، اعمال دارن، ایمان داره، با همه این اهمیت ها الله تبارک و تعالی آغاز وحی بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را با علم کرد و فرمود اقرا باسم ربک الذی خلق. معلوم میشه که علم کهنه‌ای نداره، علم شرایط خاصی نداره که باید انسان در یک شرایط خاصی علم و دانش یاد بگیره، در یک عمر خاصی علم و دانش یاد بگیره، برای یک منطقه خاصی علم و دانش یاد بگیره و علم و دانش مخصوص یک قوم و مخصوص یک قبیله خاصی باشه، مخصوص یک منطقه خاصی باشه، نه خیر. الله تبارک و تعالی مطلقا مدار پیروزی و مدار معرفت الهی را الله تبارک و تعالی بر علم قرار داده. علم الانسان ما لم یعلم، خدا می فرماید که من به انسان آموختم و آموزش دادم به او اون چرا که نمی دانست. تمام اون چرا که بشر امروزی در اختیار داره این برگرفته از احسان و نعمت خاص پروردگار که در قالب علم و دانش بر انسان و بر بشریت و بر این و ساره کائنات که انسان الله تبارک و تعالی عرضه کرده و در اختیار او گذاشته. اما این علم سروران عزیز به تنهایی حاصل نمیشه، این علم با آرزو حاصل نمیشه. حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی یک مقوله ای داره، طلاب عزیز باید توجه داشته باشند، علمای بزرگوار باید توجه داشته باشند، خواهران و مادران و دختران ما باید توجه داشته باشند که علم ثروتی است که تا زمانی که انسان تمام وجودش را در اختیار علم نگذارد علم به دست نمی آید. وقتی کارهای معمولی و کارهای پیش با افتاده که هنر خاصی نمی خواهد اونها بدون تلاش و بدون وقت گذاشتن و بدون توجه کردن و بدون یکسویی کردن آنها حاصل نمیشن، علمی که مربوط به همه بخشای زندگی انسانه، خیلی از کارهایی که انسان انجام میده این مربوط به یک بخشی از زندگی انسانه، مربوط به یک شعبه از زندگی انسانه، اما همین کاری و همین برنامه‌ای که مخصوص یک بخش از زندگی انسانه بدون تلاش حاصل نمیشه، بدون زحمت حاصل نمیشه، بدون عرق ریزی حاصل نمیشه، بدون رنج حاصل نمیشه، بدون تحمل مشقت و سفر و اینها حاصل نمیشه. اون وقت علم که الله تبارک و تعالی او را سرمنشه همه تحولات زندگی، چه تحولات مادی هست و چه تحولات معنوی هست، سرمنشه همه این تحولات قرار داده، کجا به دست می آید؟ به همین خاطر حضرت امام شافعی رحمت الله علیه می فرماید که العلم لا یعطیک بعضه حتی تعطیه کلک، علم یه بخشی را هم و جزئی از علم حاصل نمیشه تا زمانی که انسان تمام وجود خودش را در اختیار علم نگذاره، ذهن خودش را در اختیار علم بگذاره، فکر خودش را در اختیار علم بگذاره، وجود خودش را در اختیار علم بگذاره، عمر خودش را در اختیار علم بگذاره تا زمانی که علم حاصل بشه. و شما نمونه این کار را در زندگی صحابه بزرگوار رضی الله تعالی عنهم میبین. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یه انسان معمولی و از یمن بلند شدند و آمدند و در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قرار گرفتند و تمام وجودش را در اختیار پیغمبر قرار دادند، تمام وجودش را در اختیار علم قرار دادند. و امروز شما میبینید کتابی نیست از حدیث که شما بازش کنید و نام ابو هریره اونجا نباشه،
بخشی از زندگی دینی ما نیست که ما بخواییم در اون قسمت حرف بزنیم و چیزی یاد بگیریم و نام حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اونجا نباشه. خیلی از بخشهای زندگی هست که ما تا میخواییم آغاز کلام بکنیم، آغاز سخن بکنیم، میبینیم با نام زیبا و با نام بزرگ عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مواجه میشیم. چه در بخش ایمان میبینیم روایت حضرت عایشه موجوده، چه در بخش علم میبینیم روایت حضرت عایشه موجوده، چه در بخش جهاد میبینیم نام حضرت عایشه میدرخشه، چه در بخش عبادت میبینیم هاکذا، چه در بخش اخلاق میبینیم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اونجا روایت داره. این دلیل بر اینه که وقتی انسان وجودش را و وقتش را و فکرش را و ارزشش را صرف علم و دانش میکنه، علم و دانش هم به او ارزش میده، علم و دانش هم او را جهانی میکنه. اگر امروز خیلی از انسانها را که ما به صورت نژادی نمیشناسیم، خیلی از افراد را ما میشناسیم، شاید اسم پدرشون را نمیشناسیم، اسم مادرشون را نمیشناسیم، اسم پدر بزرگشون را نمیشناسیم، و چنان با اون انسان ها مردم الفت دارند و دوستی دارند که از خانواده خودشون که شاید تا ده نسل هم میشناسه که فلانی فرزند فلانی و فلانی در فرزند فلانی، بعضی وقتا بعضی از آدم ها نسب خودشون را بیان میکنن تا 20 نسل بیان میکنه که فلانی فرزند فلانی و فلانی فرزند فلانی و فلانی فرزند فلانیه، اما محبتی را با این شخصی که اسم پدر و مادرش را بلد نیست، محبتی رو که با این شخص میکنه با اون نسل در نسل با اون اینقدر اظهار محبت نمیکنه. چرا؟ به دلیل اینکه او فقط سبب وجودش شده. اون که انسان نسب خودش را بلد باشه خیلی خوبه که بالاخره از چه نامیه، از چه نسبیه، خدای تبارک و تعالی هم نفس نام و نسب و فامیل و قبیله را رد نکرده، در این حالی که گفته که انا خلقناکم من ذکر و انثا، اونجا هم فرموده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برای شناخت و برای معرفت هست، اما الله تبارک و تعالی معیار عزت را در علم و دانش گذاشته. کسی که دارای این ویژگی باشه، کسی که دارای این درجه و این مقام باشه، یعنی مقام علم و دانش، الله تبارک و تعالی به او خیلی رتبه عنایت میکنه، به او خیلی درجه عنایت میکنه، دل همه انسان ها را فتح میکنه، علم او، دانش او، تقوای او، عمل او دل همه انسان ها را باز میکنه، این انسان تو دل همه جا باز کرده، همه او را دوست دارن، همه برای او دعای خیر میکنن، همه به او با نیکی یاد میکنن، همه همراه او هستن، همه دوستدار او هستن، این جایگاه علم سرورانی کرده. لذا این فرصتی را که الله تبارک و تعالی ایجاد کرده باید در راه علم و دانش طلاب عزیز و اساتید بزرگوار این مدرسه و اساتید بزرگواری که در بخش خواهران تلاش میکنند و خود خواهران گرامی باید تمام هم و غمشون را بر این بکنند که ما علوم نبوت را کسب میکنیم، علوم شریعت را کسب میکنیم و به دنیا عرضه میکنیم، چون اون علمی که سبب سعادت و سبب آرامش و سبب نجات بشریت می شود در اصل علم شریعت سرورانی گرامی. علم همه علم خوبه، علم و دانش به نفسهی همه علوم خوبن، اما اون چیزی که علوم را جهت دهی می کنه اون علوم شریعت است، اون چیزی که اخلاق انسان را می سازه، اون چیزی که قدرت انسان را مهار می کنه، اون چیزی که اون غرائز درونی انسان را که انسان را ممکنه یه وقتی سوق بده به طرف حیوانیت ببره، به طرف ددمنشی ببره، اون علم شریعت، علم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، علمی که امروز شما خودتون را وقف اون کار کردی. ولذا من عرض اولم به خدمت طلاب عزیز و خدمت طالبات محترمه اینه که شما باید در یادگیری این علم خیلی کوشا باشید، شب و روز باید تلاش بکنید، شب و روز شما باید تلاش بکنید تا
شما علمی را کسب بکنید که فردا بتوانید این علم را در سه غالب به مردم عرضه بکنید. یعنی شما باید خودتون را برای این فتح این سه میدان خودتون را باید آماده بکنید و باید توی مدارس دینی هم در بخش برادران و هم در بخش خواهران در هر سه این میدان و امروز میدان چهارمی هم اضافه شده، در هر چهار میدان شما برای کسب علم و دانش باید برنامه ریزی بکنی. یک میدان اول میدان خود یادگیری نفس، یادگیری علم که شما از کلاس حفظ گرفته تا کلاس های اعدادی گرفته تا دوره حدیث گرفته، همه و همه باید چنان با این کتاب ها آغشته و ممزوج بشوید که شما هر کتابی را باز بکنید مثل آب برایتان آسان باشه. علم الانسان ما لم یعلم، اون چرا که نمیدانستید باید یاد بگیرید و این با مطالعه حاصل میشه، این با تکرار حاصل میشه، این با تمرین حاصل میشه، این با حضور مرتب سر کلاس حاضر میشه. اون طالب علمی موفق نیست که بعد از استاد سر کلاس بیاد، باید طالب علم قبل از استاد سر کلاس بیاد. باید خواهر محترم ولو اینکه خانهش دوره طوری برنامه ریزی بکنه که قبل از استاد سر کلاس باشه. این میدان اوله. میدان دومی که شما باید خودتون را مهیا بکنید و در وجودتون این استعداد را بیارید، اون میدان پس دادن این علمه. این علم را شما یاد گرفتید، این علم را باید به دیگران برسید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نفرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، من تعلم القرآن بتنها، یا بگه که و علمه بتنها، نه، فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یاد بگیره و به دیگران یاد بده. علم ارزشش به همینه. و الا اگر علم را انسان با تمام وجود و با تمام رموزات و با تمام کیفیت حاصلش بکنه ولی ارزش نکنه، این علم گوهر گرانبهایی است که در صندوقچه ای گذاشته و گذر زمان بر روی این غبار میریزه، غبار میریزه و آخر این را پنهان میکنه و نابودش میکنه. میدان دوم میدان تعلیم این علم، آموزش دادن این علم به دیگران. شما فرض کنید اگر در منطقه سیستان یک عالم بزرگوار و وارسته ای می آمد و بالاخره کتابخانه ای به اندازه مسجد عظیم آباد یا بزرگتر می داشت و خودش شب و روز داخل این کتابخانه می نشست و مطالعه می کرد، علمش روز به روز افزوده می شد. اما چه نقشی در بین انسان ها داشت؟ چه نقشی در بین هدایت انسان ها داشت؟ چه نقشی در جاودانه کردن خودش داشت؟ هیچی. بالاخره یه روزی عمرش در اون کتابخانه به پایان میرسید، میبردن دفنش میکردن بدون اینکه بدانه کی بود، چه کار کرد و چه تأثیری داشت. لحظه میدان دوم میدان آموزش دادن این علم برای شما. شما باید و این میدان دوم در گروه میدان اوله، در گروه میدان اوله. کسی میتونه خرمنی داشته باشه که خوب در کاشتن و در داشتن و در برداشتن خوب تلاش بکنه، کشاورزی که بالاخره گندمی نکاشته، نگهداریش نکرده، رشدش نداده، از کجا میخواد خرمن داشته باشه؟ خرمن زندگی شما، خرمن علم شما زمانی بروز میکنه و زمانی ظاهر میشه که شما در کسب او تمام تلاشتون رو بکنید. طالب علم باید برای خودش جایز نداند بدون مطالعه سر کلاس درس حاضر بشه، برای خودش جایز ندانه، بدون مطالعه سر کلاس درس حاضر نشه، بدون تکرار سر کلاس درس حاضر نشه. طالب علمی موفقه که درس را با این کیفیت بخونه که فردا حتما استاد میپرسه و حتما اون کسی هست که میپرسه، منم که از من میپرسه. این رمز موفقیت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در باب امید اینقدر امید داشت، میگفت که اگر الله اعلام بکنه که همه را به جهنم میره، یک نفر را به بهشت میبره، من امیدوارم من یک نفر من باشم. اینقدر امید انسان باید بالا باشه.
اینقدر خوف انسان هم باید بالا باشه که گفت اگر بگه همه را بهش میبره یک نفر را جهنم میبره، علیاذ بالله میترسم که اون یکی من باشه. طالب علم باید با این شکل حاضر باشه. دو، میدان دوم گفتم میدان رساندن این علم، میدان تعلیم دادن این علم و میدان تبلیغ کردن این علم به دیگران. میدان سوم میدان تحریر و نوشتاره. امروز جاش خیلی خالیه. ما الحمدلله امروز حافظ قرآن داریم لطف رب العالمین، واعظ هم الحمدلله داریم، اما نویسنده نداریم، نویسنده نداریم. این واعظ را تو دانشگاه نمیگذارن، یادتون باشه. امروز که نمیگذارن، حالا انشالله آینده به جای خودش. اما کتاب چیزی نیست که جلوشو بگیرن. ما تو خانه کسی نمیتونیم بریم بگیم که آه شما اعضای خانواده جمع کن من میخوام سخنرانی بکنم، نمیشه. ولی کتابتون، نوشتهتون ماشاءالله مرتب توی خانه ها میره، توی خانه شاهان میره، توی خانه شیعه میره، توی خانه سنی میره، توی خانه معلم میره، توی خانه مولوی میره، توی خانه حجت الاسلام میره، توی خانه وزیر میره، توی خانه همه وقت هر جا شما بگید کتابتون اونجا حاضره. اما ما برای این میدان وسیع چقدر آمادگی داریم؟ چقدر نویسنده داریم؟ لحظه، این میدان سوم، میدان مثل میدان های اول، مثل میدان های دوم، اینم نیازی به اون دو میدان اولی داره، ولی به نوبه خودش به جای خودش خیلی ارزش داره و خیلی گسترده تر هست و خیلی تأثیر گذارتر هست. چرا؟ چون مستند هست. میدان کتابت هم میدان ماندگاریست، میدان ماندگاریست. آدم میمیره، کتاب میمونه، کتاب میمونه برای نسل ها و نسل های بعد. سعدی رحمه الله 800-900 سال قبل زندگی کرده و امروز ما کتاباشو میخونیم، گلستانش امروز دست ماست. خودش که اینقدر عمر نمی کرد، عمر این امت میانگین 60-70 ساله، ولی کتاب او را عرضم به حضور مبارکت که 700 سال و 700 سال 1400 سال و خدا میدانه که تکه این دنیا باقی هست و تا ادامه این گلستان او و بوستان او دست به دست چاپ میشن و توضیح داده میشود و تفسیر میشود و شعر مینویسد و بالاخره تازه از کلمات او خیلی وقتا میبینیم یه شعر سعدی را، یک ضرب المثل سعدی را یک عالمی شروع میکنه و کل موضوع صحبت او یک ساعت دو ساعت پیرامون همون یک جمله که سعدی گفته حرف میزن. و این اهمیت کتابت، اهمیت کتابت و اهمیت نویسندگی، از اینجا شما احساس بکنید که الله تبارک و تعالی کلام الهی یکی از راه‌های انتقال و ماندگاری کلام الهی در دست ما کتابت بود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کاتب وحی داشتن، وحی نازل می شد، صحابه حفظ می کردن، در عمل پیاده می کردن، ولی نوشته هم می کردن. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی قرآن عظیم الشان را جمع کردن، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که صحف را ترتیب دادن، از روی نوشته هایی که در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این نوشته ها صورت گرفته. احادیث، مجموعه گرانبهای احادیث که امروز در اختیار امت هست، اینها لفظ به لفظ نوشته شده بودن. درسته که تدوین احادیث بعد از 100 سال شروع شد، ولی اصل احادیث در دوران خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود. لذا ما در بحث نویسندگی و در بحث شناخت نیازهای امروز باید طلاب عزیز، باید مدارس دینی، باید علمای عزیز
روی این برنامه ریزی بکنند. همون اندازه ای که باید روی بیان طلاب کار بشه، روی دانش طلاب کار بشه، روی تقریر طلاب کار بشه، همون اندازه باید روی نویسندگی و تحریرشون کار بشه. میدان چهارم میدان تکنولوژی روزه. امروز باید طلاب ما باید با علوم امروزی، باید با عرض کنم که اینترنت آشنا بشن، با زبان خارجه باید آشنا بشن، نحوه استفاده کردن از سایت و وبلاگ و بالاخره برای رساندن یک تحریر، برای رساندن یک نوشته مجوز باید گرفت، این را باید هزینه چاپش کرد و باید این را توزیع کرد. اما شما یه کامپیوتر بگذارید ماشاءالله اینجا نشستید و پیامتون را به آمریکا برسانید به راحتی. اون کتاب حداقل تا نوشته بشو، تحریر بشو، تولید بشو، توزیع بشه، ماشاءالله عمر نو میخواهد. اما این نه، این دیگه الان ثانیه‌ای و ماشاءالله دنیا روز به روز داره پیش میره. دیروز اخبار گوش میکردم و میگفت که بانک ها باید به صورت بانک همراه پیش برن. یعنی دیگه اگر تا دیروز قبل زیر آدم دستش میگرفت و میرفت توی صف بانک مینشست، حالا همینجا موبایل دستش تو جیب موبایل بکنه، موبایلش رو در بیاره و قبضش رو پرداخت بکنه و حقوق رو دریافت بکنه و فلان کار رو بکنه و فلان کار رو بکنه. دنیا داره اینجوری اهدافش رو پیش میبره. دنیا داره از این تکنولوژی روز استفاده میکنه برای رونق دادن دنیا. ما چه دلیلی داریم که برای پیشرفت احکام دین و برای رساندن پیام الهی و پیام محمد رسول الله از این امکانات و از این تکنولوژی روز استفاده نکنیم؟ در این حالی که باید از آفتهایش ترسید، در این حال باید مراقبت بشه که این موبایل و این ارزم بوزن و تکنولوژی روز همینطوری که نعمت هست خارم داره. شما گل محمدی را هم اگر بخوای بچینی که اونقدر بوی زیبا و خوشی داره، خارای خطرناکی هم داره. اگر آدم مراقبت نکنه و تا گل نچیده جلوتر دستش خارا تو دستش میره، دستش پر از خون میشه. مثلا مواظب باید اون عوارضش هم بود، زیر ساخت و تربیت اخلاقی و تربیت ارزم بخزون و ورکت که علمی و تربیت اجتماعی هم بشه. اما زمینه رشد و زمینه فراگیری برای تکنولوژی و علوم عرض کنم که فنون روز هم انجام بشه تا ما بتونیم با همه ابزارها. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در زمانش اهمیت ارزش علم و سواد و دانش برای جامعه اون روز احساس نیاز بود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تشویق کردن به اینکه سواد یاد بگیرن، تشویق کردن حضرت. لحظه باید در مدرسه ای پویا هست، مدرسه ای زنده هست، عالمی به قول حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمه الله تعالی می فرمود که عالمی زنده هست که با 8 زبان زنده دنیا حداقل آشنا باشه. حالا اگر ما بخوایم سر ما اتفاقی افتاد بریم انگلیس بخوایم دعوت دین بدیم، انگلیسی که بلد نباشیم چیکار میخوایم بکنیم؟ هیچ. لحظه تا اونجایی که میتوانیم معنای این جمله یا حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی که علم بخشی از خودش را به شما نمیده تا شما کلت را در اختیار علم نگذاری، معنایش همینه که شما در میدانهای مختلف، در زمینهای مختلف باید این علم را و اسباب علم را و ابزار علم را در اختیار داشته باشید تا شما بتوانید از علم بهره کافی و لازم برید. الله تعالی این جلسه ما را به بارگاه خودش قبول بکنه و آخر الدعوان علیکم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.